سربستان، کشوری که در اون زنان به زور برای مردان مزاحمت بدنی ایجاد میکنن، کشوری که شهر شیطان داخل اونه و به خوناشاما معروفن. سربستان 7 میلیون جمعیت داره. بلگراد با 2 میلیون جمعیت پایتخت اونه. واحد پولشون دیناره و مردم در اون مسلمان و مسیحی هن. زندگی شبانه در بلگراد سربستان یک مقصد جذاب اما کمتر شناخته شده با میهمانی‌های وحشیانه است که تمام طول شب طول می‌کشه. دختران بسیار زیبایی داره و سرگرمی‌های زیادی داره. مردم سربستان عاشق شبا هستن و سراسر شب رو به رقص و شادی در کلوپ‌های شبانه می‌گذرونن. حتی کلی آدم از سراسر جهان به سربستان میرن تا شبهای سربستان رو تجربه کنن. اگه در سربستان میخواید به کلوپ‌های شبانه برید، باید خیلی مراقب خودتون باشید، یا اگه آقایید رو به سربستان سفر میکنید، باید خیلی مراقب خودتون باشید. دلیلش آخر ویدیو بهتون میگم. فرقی نداره که سرد باشی یا گرم، بارون باشی یا برف، باد دیوانوار یا مه، هر شب در بلگراد شب جمعه است. همه هر لحظه برای مهمونی حاضرن. هر نوع سرگرمی که به دنبال اون باشید، بلگراد همه چیزو داره. کلوب‌ها، میخانه‌ها، بارها، رستوران‌ها با موسیقی‌های بالکان و کلوب‌های جذابی که داخل قایق‌های در امتداد رودخانه لنگر انداختن و موسیقی‌ها رو تا سپیددم پخش می‌کنند. سربستان زیباترین دختران رو بعد روسیه داره. زنان سربستانی هنگامی که میخوان از خونه برن بیرون، به شدت به ظاهر خودشون میرسن و خودشون رو آراسته میکنن. زنان و دختران سربستان قد بلند و سفید پوست هستن. از دیدن دختران سرب شگفت زده خواهید شد. پس اگه به اونجا سفر کردید، باید مراقب خودتون باشید، چون که در چشم برهم زدنی ممکنه که عاشق بشید. حتی ممکنه در یه شب دو سه بارم عاشق بشید، چون که همه خوشگلن. اگه تو سربستان به کلوپ‌های شبانه میرید، مخصوصاً اگه مردید، باید خیلی مراقب باشید، چون که زنای زیادی ممکنه که با دست یا کارهای اونجوری برای شما مزاحمت ایجاد کنن. و حتی برخی از اونا که دیگه خیلی بی‌شرمن، به زور میان میشینن روی میز شما و شما رو دست دست میکنن. وقتی جنگی در سربستان رخ میداده، همیشه زنانشون هم به جنگ میرفتن. برای همین بیشترین زنای جنگجو هم داخل سربستانن. اگه تا اینجا از ویدیوی ما خوشتون اومد، لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما به شما نمایش داده بشه. اگه شبها به خیابانهای سربستان به خصوص پایتخت اون یعنی بلگراد برید، فکر میکنید که فردا یه روز تعطیله، چون که همه مستن و تفریحات شبانه در بلگراد بسیار بسیار زیاده. شبهای بلگراد پر از شور و زندگیه. همه آمادن تا کل شب و به رقص و پایکوبی بپردازن. در بلگراد سربستان همواره فستیوال های رقص و موسیقی متعدد برگزار میشه و در اون تعداد زیادی از کلوپ های شادی با سبک های مختلف، رقص های بومی و انواع موسیقی ها وجود داره. خب، رسیدیم به شهر عجیبی در سربستان که به شهر شیطان معروفه. منطقه عجیبی در سربستان وجود داره که شهر شیطان نام گرفته. مجموعی عجیب و ترسناک از 200 ستون خاکی دوکی شکل که کنار هم قرار گرفتن. اکثر این ستون ها کلاک های عجیبی دارن که روی سر اونا قرار گرفته و این باعث میشه که داستان ها و شایعات فراوانی در مورد شکل‌گیری اونها ساخته بشه. البته دانشمندا میگن که این ستونا حاصل پدیدهای طبیعی هن و چون در سایر کشورها هم وجود دارن، ولی هیچ کجای دنیا به اونا شهر شیطان نمیگن. پس مردم سربستان تا حدودی دچار خرافات هم هستن. شاید براتون جالب باشه، واژه خوناشام اصالتاً از زبان سربی گرفته شده. وقتی که اتریشی‌ها در قرن 18 قمری وجب و دینا رو گرفتن، از یک سنت میان مردم محلی سربستان آگاه شدن. سربای شمالی اجساد مردگان رو می آوردن و دوباره اونا رو می کشتن. به همین دلیل به اونا خوناشام میگن. ویدیو ما به پایان رسید. کانال ما رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما به دست شما برسه.